سلام جمعه 27 مرداد 1402 18 آگست 2023 بیلادی اخبار درون حکومت ها که از این است که هفته گذشته هلیکوپتر آقای رادان بر فراز تهران دچار نقص فنی شد که وقتی اجباراً به زمین نشست معلوم شد که در اون خرابکاری عمدی صورت گرفته اینکه چه کسانی احتمالا میخواستند آقای رادان رو به قتل برسونند می ترور کنند یا چه مسائلی هست مطلبی است که البته با توجه به اینکه رادان فرد بسیار فاسدی است که هم دست در باجگیری و همکاری با ارازل و اوباش و اینها داره و هم از سوی دیگه زندگی بسیار تجملی و سرشار از فسادی خودش داره و هم اینکه در درون نیروی انتظامی بسیار منفوره و آبروی بسیاری از پرسنل زحمتکش این نیرو رو برده بنابراین این های مختلفی پیش رو قرار میگیره اما اونچه که مهم از این خبر این که کشمکش های درون حکومت و تهدیدها در محافل درون حکومتی شدت گرفته که رادان هم از اون در امان است. نگرانی بزرگ حکومت و شخص خامنه ای این است که در رودر روی ماشین سرکوب او که متشکل از بسیج سپاه نیروی انتظامی و دستگاه دستگاه های اطلاعاتی او هست با مردم ریزش شدت خواهد گرفت موضوعی که در انقلاب زن زندگی آزادی به چشم اون رو دید که به برآورد وزارت اطلاعات بین 65 تا 70 درصد نیروهای بسیج و سپاه در مواجهه با مردم دوچاری مسئله و مشکل بود صحبت اخیر خامنه ای در جمع فرماندهان سپاه هم که با صدایی لرزان و میشه گفت بسیاری های این صحبت هم با حاکی از التماس و باجدادنهای زیاد به سپاه بود غیر از اون بخشای تکراری و طولانی که نشون میده او چیزی یاد نگرفته و در فضای پنجاه سال پیش خودش گیر کرده اما بیش از همه این صحبت نگرانی او رو از ریزش در درون سپاه به خصوص در سطوح میانی و پایینتر نشون میده بر صورت حکومت که در از یک سو این وحشت رو داره که اگر حرکت اعتراضی مردم اعتصابی مردم و نافرمانی ها و تاکتیک های مختلف مقاومت مدنی در ستون اعتراضات و ستون فلجسازی گستردگی پیدا بکنه نیروی سرکوب او ریزش میکنه به همین دلیل سخت به تکاپو افتاده در ایامی که فکر میکنه هنوز تا سالگرد محسا و پاییز امسال که چرخش دوباره انقلاب رو شاهد خواهد بود بلکه بتواند با ایجاد وحشت زیاده و بازداشت های گسترده و تهدید های پی در پی بتواند که اساسا موجی از ترس و وحشت در جامعه پخش بکنه که مردم در واقع از مقابله با حکومت دلسرد و پشیمون بشن و اساسا جرأت نکنند که ابراز مخالفت کنند آقای خامنه ای در همین راستا این روزها با دستور خودش میبینیم که در گیلان دستگیری گسترده فعالین مدنی عمدتا فعالین زن رو داریم در استان لرستان در استانهای دیگه فشار به فعالین مدنی به فعالین سیاسی به حتی خانواده های داغدار که عزیزانشون رو از دست دادن به زخمی ها به روزنامه نگاران به سینماگران هنرمند ها در ابعاد مختلف ادامه داره و از این از سوی دیگه که سعی میکنه با پلم کردن تعطیل کردن تهدید کردن جلوی نافرمانی گسترده زنان در مقابل هجاب اجباری رو بگیره ناتوان شده و میدونه که ادامه این وضع اون فضای ترس و وحشتی رو که میخواد میشکنه و خدشدار میکنه در مبارزه بی امان مردم در مقابل حکومت هنرمندان و به خصوص فیلم سازان در یک سال گذشته بسیار خوش درخشیدن و با حرکت های شجاعانه خودشون عمدتا یکی از جلوداران مقابله با نظام جمهوری اسلامی بودن فیلمساز جوان علی احمد زاده که فیلم ساخته او به نام منطقه بحرانی امروز جایزه اول جشنواره لوکارنو یوز پلنگ طلایی رو به خودش اختصاص داد در واقع باید فیلمی از فیلم، از جریان فیلمسازی زیرزمینی ایران قلم داد بشه علی احمدزاده که در ایران زندگی میکنه این فیلم رو با نافرمانی کردن در مقابل ضوابط سانسور حکومتی ساخت معطل گرفتن مجوز هم نشده و فیلم ساخته شده به جشنواره لوکارنو رسیده و احتمالا در جشنواره های دیگه هم فیلم جایزه های متعددی خواهد برد فیلمی که در اون نه حجاب تحمیلی حکومت رعایت شده نه مثلا دست دادن و لمس کردن زن و مرد غریبه با هم دیگه و نه لفظ و گفتگوها چون فیلم در کف جامعه و گویش عادی مردم جریان داره رعایت شده و مجموعا یک نوع اعتراض در متن این فیلم به ضوابط سانسوری وزارت ارشاد و حکومت جمهوری اسلامی وجود داره این در حالیه که سعید روستایی دیگر فیلمسازی ایرانی که فیلم برادران لیلای او بدون اجازه وزارت ارشاد و, و سانسورهایی که میخواست تحمیل کنه راهی جشنواره کن شد و جایزه برد به زندان محکوم شده و حکم عجیب او که صادر شده تبدیل شده به موجی اعتراضی در سطح نه فقط ایران کارگردانان خانه سینما سینماگران و هنرمندان بلکه در سطح جهانی. بعد از اینکه مارتین اسکورسیزی فیلم کارگردان شهید سینما کمپینی رو به راه انداخته برای اعتراض به حکم سعید روستایی کارگردانان شهید دیگری مثل فرانسیس فورد کاپولا سازنده پدرخوانده هم به این کمپین پیوسته و متن رو در اینستاگرام خودش به اشتراک گذاشته همچنین انجمن قلم امریکا هم به حکم سعید روستایی اعتراض کرده و به این ترتیب دیده میشه که مقابله حکومت با هنرمندان ایرانی که فاتح جشنوارهای های بین المللی هستند و سینمای ایران در سطحی جهانی توانسته جا برای خودش باز بکنه اینگونه به تنگنا میفته حکومت وقتی که بخواد با این فیلم سازان جوان و شجاع برخورد دکتر علی شریفی زارچی ز... که استاد دانشگاه صنعتی شریف هست و از کسانی است که در جریان انقلاب هم حامی انقلاب ژینا و شعار اون زن زندگی آزادی بود در توییترش خبر داده از اینکه دولت رئیسی مخفیانه میخواد پانزده هزار عضو هیئت علمی همسو به صورت سهمیهی به دانشگاه های کشور تصریح کنیم در واقع این کار که در ادامه وحشت حکومت از دانشگاه هاست تصویه استادان منتقد معترض تصویه دانشجویان معترض سختگیری فشار و امثال اینها هستش در واقع نشون میده که حکومت 43 سال جمهوری اسلامی در رأسش روحانیتی حضور داره که به قول یکی از اساتید دانشگاه در زمان در جمهوری اسلامی انتقام حوزه رو از دانشگاه خواسته بگیره و عملا با به طرق مختلف در تخریب دانشگاه های کشور استقلال علمی اونها و توان علمی اونها ضربه زده این ماجرا هم یعنی فرستادن یک عده استاد بی صلاحیت و بی سواد و سهمیه‌ای به دانشگاه ها میشه گفت بخش دیگری است از روند تخریب توان دانشگاهی کشور توسط حکومت آخوندی و روحانیون حاکم ضمن اینکه ترس حکومت رو هم نشون میده و به طرق مختلف سعی کرده که دانشگاه رو به پادگان تبدیل کنه ساکت کنه و در آستانه فصل جدید انقلاب ژینا هم این فشارها رو بر دانشگاه ها تشدید کرد اما سریال افشای رسوایی های اخلاقی و جنسی در استان گیلان که توسط سایت رادیو گیلان افشا میشه یک محصول جدید به بازار داده و اون هم این بار یک مدیر کل صدا و سیما در استانه که مدیر کل مجتمع زیبا کنار صدا و است و فیلم بالای 18 سال او در رابطه با یکی از کارمندان خودش کارمندان زن مجموعه که متعهل هم هست منتشر شده موضوعی که یک مدیر اگر با کارمند خودش اه اه روابط داشته باشه در هر کجای دنیا در واقع از موقعیت مدیریتیش استفاده کنه در هر کجای دنیا باشه محکوم میشه و بر کنار میشه قوانین سفت و سختی هم مثلا در همین آمریکا در این خصوص وجود داره به هر صورت واعظان که این جلوه بر مهراب و منبر میکنن چون به خلوت میروند آن کار دیگر می کنند مشکلی دارم ز دانشمند مجلس باز پرس توبه فرمایان چرا خود توبه کمتر می کنند خاجه شیراز گویی 700 سال پیش این شعر رو برای الان و جمهوری اسلامی گفته به پیروزی ایران و ایرانی